اشیم نصیب نصلیخ برای شادی روی برادرم زنده یاد هارون بن راخیل و ربی شمون روح خزنای تنیخینو بگن ایدن ترای شبات پارشد و یشلخ که می فرماد و یشلخ یعقوب ملاخیم لفاناب ال ایساب آخیب ارساس ایر سده ایدوم. یعنی یعقوب پیشاپیش خود قاصدانی به سوی ایساب برادرش به سرزمین سعیر سرای ایدوم فرستاد. بنده به خاطر دارم که سال گذشته راجع به این پارشا ما مفصلا صحبت کردیم. الان اجازه میخوام نکاتی چند از این پارشا انتخاب کردم خدمت صبران عزیز عرض کنم. راخیل زن یعقوب بنو 20 ساله بود که ازدواج کرد و در سن 35 سالگی موقع زایمان بنیامین فوت شد. علت فوت راخیل نفرینی بود که یعقوب کرده بود که توضیح خواهیم داد. برای فوت راخیل در تورا نشست پیرق 35 پاسخ 18 هم و یی بسید نفشا کیمیتا وقتی نشامایش خار از بدنش خارج شد مرد. باید توضیح دهم ما دو جور مردن داریم، یکی طبیعی که انسان پیر می شود، دیده چشما کم می شود، نیروی بدن تحلیل می رود، انسان میل چندانی به خوراک و تفریح ندارد، مثل چراغی که روغن اون کم کم تمام می شود و پس از تمام شدن روغن خاموش می شود. دومی که چراغ اندازه کافی روغن دارد، به خاطر وزیدن یک باد تند نابه همگان خاموش می شود، مثل مردن راخیل منو. وقتی یعقوب و خانوادش از نزد لابان خارج شدن تا به شهر خودشان برون، راخیل منو با نیت پاک طرفین پدر را برداشت که پدرش بت‌پرستی نکند، ولی با یعقوب نگفت. وقتی لابان یعقوب را تعقیب کرد و به یعقوب رسید، به او میگوید چرا بدون اطلاع رفتی و اجازه ندادی بچه ها و نوه هایم را ببوسم و تو را با شادی و با ساز و نوه بفرستم؟ خوب رفتی، چرا طرفین مرا دزدیدی؟ یعقوب که کلمه دزدی را شنید خیلی ناراحت شد و گفت هر که از طرفین تو را برداشته سالم به منزل نرسد. برای همین نفرین راخیل در راه مرد. دو تا نتیجه میگیریم: زن در منزل شوهر
هر اتفاقی که رخ داد خوب یا بد باید به شوهرش اطلاع دهد و چیزی از شوهر نپوشاند. یا راخیل به یعقوب گفته بود این موضوع را، یعقوب هیچ وقت نفی نمیکرد. دوم، یعقوب خوب نبود که نفی کند، یعنی به هیچ کس نباید نفی کرد، مخصوصا انسان به خودش نباید نفی کند. در بیابان پس از این که یسرائیل ها گوسال پرستی کردن، هاشم تصمیم گرفت که تمام یسرائیل ها را برخا کند. از بین میبرد. موشه ایسال به تفیلا و از کرد مخین اینا مصفرخا شرکات هم تا خدایا موشه را فدای تمام ایسالا کن و نام مرا از کتاب یعنی از تورا محو کن، چون موشه اینجا به خودش نفرین کرد. من چند تا پارشای تورا نام موشه نیامده است. دنباله پارشای تورا وقتی اسحاق بچه ها را دعا میکرد به یعقوب که فکر میکرد عیسی هست گفت اگر لایق هستی این برخه ها به تو برسد، اگر لایق نیستی نه. ولی وقتی به عیسی برخه کرد گفت اگر لایق هستی یا نیستی این برخه ها برای تو ثابت شود. اگر ریبقا زن یسحاق بنو دخالت نکرده بود برخای یعقوب را به عیسی داده می شد. عیسی ها چه موقعی حاضرن مصفای تورا انجام دهن، تفیلی مبندن، شبات و سایری دستورات تورا نگدارن و برخای عیسی به یعقوب داده می شد. در نتیجه امروز تمام معادن نفت در اختیار یسرا بود. در طول تاریخ چند هزار نفر از فرزندان یعقوب به دست فرزندان عیسی کشته نشده بودند. می‌فرماد ربوت مشابود در به ایش، ربود محشبود داری به ایش و اصد هشم ایتا قوم، یعنی انسان هزارها برنامه معین می کند برای آینده، اما اون برنامه هشم پیش ماید ثابت می شود. بیا یعقوب وقتی شنید که عیسی برادرش با 400 نفر به سوی او میآیند بسیار ترسید. چرا ترسید؟ چون هشم به یعقوب فرموده بود اشمعتی خواب بخول اشیر تلخ، من تو را محافظت میکنم در هر نقطه جایی که بروی. با وجود این یعقوب از عیسی میترسد. چرا؟ میگوید عیسی برادرم بارها گفته بود تا پدرم
عیسی زنده هست، من به یعقوب کاری ندارم. وقتی پدرم فوت شد حتما یعقوب را خواهم کشت. یعقوب با خود گفت حتما پدر فوت شده، تا برادرم عیسی 20 سال تمام در کشور اسرائیل زندگی کرده، نزد پدر برده، پدر را خدمت کرده و او را حمام کرده. اما من نزد نفر مثل لابان بودم، برای همین ترسید. خوشا به حال کسانی که تا پدر مادر در حیاتن اونا را خدمت کنن، به دکتر ببرن، نسخه را بپیچن، پسرها پدر را حمام کنن، موزشان هزار برابر بیشتر از اون هست که در بعد از وفاتشان برای پدر خیرات کنن. اصولا انسان باید از هر چیزی بترسد، یعنی اگر بخواهد یک کار ممنوع انجام دهد با خود بگوید که 99% به خیر خواهد گذشت، ولی اگر 1% گرفتار شدم چه کار کنم. روی همین اصل ترس یعقوب میترسد، نه اینکه از خدا اطمینانش کم شده باشد، بلکه انسان باید خودش را آماده کند و به امید نیست نباشد. یک نفر که مریض شد باید برای معالجه اقدام کند، اگر چه مریضیش خطرناک نباشد. دوباره پادشاه فرماد یعقوب این همه خود میگوید، بیاد موقعی که اشه مرا براخا کرد به اطمینان داد که از من نگهداری خواهد کرد، اون موقع من زن نداشتم، بچه نداشتم که اشه به من قول داد. حالا من میدانم عیسی به من کاری نخواهد داشت و میترسم زن و بچه های مرا بکشد. یعقوب قبل از روبرو شدن با عیسی برادرش سه کار انجام میدهد. اول هدیه میفرستد، گاو، گوسفند، شتر. سپس عیسی برای تفیلا که خدایا من با یک عصای چوپانی از روز رد شدم، تو به من روز کردی، الان 2 تا اردوگاه، 12 تا پسر و دختر دارم، 13 تا با دیناس دارم، به مقام و اینا تو به من دادی. سوم تمنا میکنم که مرا از دست عصابه برادرم نجات دهی. باید عرض کنم که تفیلا خواندن دارای 5 مرحله است، چون داریم که میفرماد معصه آبوت سیمان لبانیم. معصه آبوت، اعمالی که پدران ما انجام دادن، این یک علامتی است برای فرزندان. یعنی تفیلا خواندن دارای 5 مرحله است. انسان برای اینکه بتواند بین اون متعالم زندگی کند، یعنی بین انسانها زندگی کند، باید خودش را مثل یعقوب وقف دهد. ابتدا کادو، پیشکشی،
هدایا رشوه به مطالب بدهد. دوم تفیلا بخوند، از شیم کمک بخواهد که او را از شر دشمنان خلاص کند. سوم خودش را برای مقابله با دشمن آماده کند، نه اینکه اونجا بیستد بیاین او را بکشن. خودی تفیلا خواندن دارای 5 مرحله است. 1. ابتدا زخوت آبود اوشیم، ابراهام، یساق، یعقوب، موشه، اهرون، داوید، شلمو و غیرو یادآوری کند و ازشیم بخواهد که بزرگی و مقام اونها را برای وی یادآوری نماید. دوم، خوبی هایی که شیم به او برای او انجام داده هست بازگو کند به حضور شیم. مثلا میگوید به من مغازه، خانه، زن، پسر، دختر، همه نعمت هایی به من داده ای. و شیم، این کاری که من میخواهم فقط تو قادر هستی که انجام بدی برای من. و سپس با تواضع و فروتنی خودش را کوچک میگیرد و بگوید من کوچکتر از آن هستم نسبت به اون لطف و احسان ها و بزرگواری که بر من انجام داده ای. و حاجت و خواسته خودش را به طور مشروع بلند به زبان بیاورد، نه به طور گنگ و نامفهوم. یک نفر که خیلی خداپرست بود، خداترس بود، در بیابان بسیار راه رفته بود، خسته شده بود، دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت ای خدا، بسیار خسته شدم، یه الاغی برای من بفرست. ولی نگفت الاغی بفرست تا من سوار شوم. خوب، وقتی از کوب سرازیر شدن شد، یک نفر ارتشی را دید که الاغی دارد و الاغش آید می زاید. وقتی الاغش زایید، اون شخص گفت بچه الاغ من را بگیر روی گردنت بگذار همراه من بیا. اون شخص گفت من خیلی خسته هم، مانده هم، نمیتوانم. اون شخص ارتشی گفت اگر چیزی بگویی با این شمشیرم تو را میکشم. اون مرد ترسید و بچه الاغ را گذاشت روی گردنش، همراه اون شخص رفت. بین را به خدا گفت خدایا، من از تو خواستم الاغی بفرستی تا من سوار الاغ شوم، نه اینکه الاغ سوار من شود. صاحب الاغ شنید و گفت چه میگویی؟ گفت من خیلی خسته و مانده شده بودم، از خدا خواستم الاغی بفرستد. خدا هم الاغ فرستاد، ولی من منظورم این بود که من سوار الاغ شوم، نه اینکه الاغ سوار من شود. اون مرد گفت تو که اینقدر به خودت اطمینان داری، چرا مطلب خودت را درست و حسابی از خدا طلب نکردی تا خواست برآورده شود؟ پس انسان هر چی میخواهد باید واضح و روشن تلفظ کند و از خدا بخواهد، هشیم عوضتش را برآورده خواهد کرد. یکی از علتهایی که راخیل زخوت پیدا نکرد امرای یعقوب در معارض مخفیلا قبل شود این بود که شوهر خود یعقوب را در مقابل میر و گیا اجاره داد.
وقتی پسر لیا یعنی روبین به سرا رفت به میر و گیا آورد، راخیم به لیا بگوید میر و گیای پسرت را به من بده. لیا بش گفت من بده و امشب شو بر من در مقابل میر و گیایی که من میدهی امشب شو بر من نزد تو بیاید. یعنی وقتی راخیل مرو گیا را از روبن طلب کرد، لیا به راخیل میگوید تو احتیاجی به مرو گیا نداری، خودت یک پارچه مرو گیا هستی، یعقوب همیشه نزد توست. به راخیل در جوابش میگوید و عوض این امشب یعقوب نزد تو بیاید. موضوع دیگر، موقعی که لیا چه نام زنش لیا تو نام دخترش را دینا گذاشت، زیرا وقتی سر دینا آمده بود استاد به درگاه خدا تفیره خواند و گفت ای هشم من 6 تا پسر زاییده هم برای شوهرم و کنیزم 2 تا پسر و کنیز خواهرم راخیل 2 تا پسر. خواهر من راخیل از کنیز خودش هم و از کنیز من هم پسر است که پسری نزاییده، و اگر من این دفعه هم سر پسر حامل هستم این پسر را بگیر و به خواهرم بده. همینطور شد. لیا که سر پسر آمده بود اشیم دین و گلگال نبود و سر این بچه به این بچه در رحم مادر تبدیل به دختر شد و برای همین نامش را گذاشت دینا. البته برای طلب کردن و ازش خواستن باید پسر یا دختر باید قبل از 3 روز یعنی موقعی زن حامل شد تا 3 روز فرصت دارد که تفیلا بخواند و ازش بخواهد که پسر یا دختر باشد بچه‌اش. این اولی مرتبه بود که بعد از 3 روز که لیا تفیره خواند مورد قبول واقع شد. در پایان نداشتیم میتوام سلامتی و تندرستی کامل به کلیه سربران عزیز عطا بفرماید و هر کدوم هر گرام گرفت هر نوع گرفتاری دارن اشم خوبی و اعتراف نموده و سلامتی و تندرستی کامل همه عطا بفرماید. بفرمایید آمین. کل خیم تویو برخیم. شبات شالوم.